سلام و ادب خدمت شما شاگردای عزیز، امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند. شاگردای عزیز، امروز میخواهیم سوالهای آخر فصل اولی کیمیای صنف 8 را ما و شما با هم یک جای حل کنیم. شاگردای عزیز، نمبر ارتباطی ما و شما را فراموش نکنید. نمبر به این صورت است: 20964-780-255-40-13 که از این طریق میتونید کدام سوال، پیشنهادات و یا کار خانگی خود برای ما روان کنید. شاگردای عزیز با ما همراه باشید. میخواییم امروز سوالات را که شما شاگردای عزیز یک بار در خانه در کتابچه خود حل کردین، حالا میایم اینجا با هم چک میکنیم که این سوالات را چه قسمی حل کردین، درست حل کردین یا که نه، با هم کار کنیم. بخش اول سوالات شاگردای عزیز بر شما گفته شده، جدول زیر را در کتاب چه‌های خود منتقل و آن را تکمیل نمایید. خب یک جدول برای شما داده شده به قسمی که هر کدوم شما نگاه میکنید 4-5 تا عنصر برای شما داده شده: فسفرس، آلومینیوم، نیون، پتاسیم و بریلیم، که هر کدام جداگانه برایتان در این قسمت نمبر با تعداد نمبر اتمیش داده شده، نمبر کتله، تعداد الکترون ها، پروتون ها و نیوترون ها برای شما داده شده. شما میتونید جایی که خالی هست را پیدا کنید شاگردای عزیز. خب از عنصر بریلیم شروع میکنیم شاگردای عزیز. برای شما این معلومات را داده، معلومات را اینجا بر روی تخته سه براتون نوشته کردیم. معلومات را که معلوم نگاه کنید شما، در این قسمت برای شما داده شده و مواردی را که برای شما از شما خواسته شده را با کمک هم دیگه به دست می آورید. خب برای عنصر بریلیم شاگردای عزیز برای شما نمبر کتله داده شده 9 است، از شما پروتون ها هم داده شده 4 است، نمبر اتمی را از شما خواسته، تعداد الکترون ها و نیوترون ها که با این نمایش میتریم از شما خواسته شده شاگردای عزیز. خب نمبر اتمی شاگردای عزیز شما در درس یاد گرفتید نمبر اتمی چی بود؟ نمبر اتمی؟ آفرین، اصلا به مجموع پروتون ها گفتم میشد، درست است؟ خب برای ما پروتون ها داده شده 4، پس نمبر اتمی چند میشه؟ میشه 4. خب نمبر اتمی را در کجا نوشته میکنیم؟ در سمتی چپی نماد نوشته میکنیم، در قسمت قسمتی پایین، پس 4 در قسمت نوشته میکنیم. خب تعداد چی رو خواسته؟ تعداد الکترون ها رو از ما خواسته شاگردای عزیز. نکته شاگردای عزیز، در درس های قبل براتون گفتم که در اتم ها و عنصر هایی که خونسا است، تعداد پروتون ها با تعداد الکترون ها چی است؟ مساوی هست. آفرین، احسن. خب پس چون بریلیم یک عنصر خونسا است، بنابراین تعداد الکترون پروتون هاش یکی است. تعداد پروتون ها برای ما مشخص است چند تاست؟ 4 تا است. پس تعداد الکترون ها چند میشه؟ آفرین، احسن به شما، 4 میشه. یام 4 نوشته میکنید. خب تعداد نیوترون ها را حساب میکنید شاگردای عزیز. برای شما اینجا چی داده شده؟ نمبری کتله داده شده. ما از چی طریق میتونیم نیوترون ها را پیدا کنیم؟ از طریق نمبری، آفرین احسن، نمبری کتله میتونیم پیدا کنیم. نمبر کتله مجموع چی بود شاگردای عزیز؟ بگید من نوشته کنم. نمبری کتله، نمبر کتله مساوی بود با مجموع پروتون ها و نیوترون ها. آفرین، مجموع
پروتون ها و نیوترون ها. پروتون ها رو با پی نمایش میدادیم و نیوترون ها رو با این. خب نگاه میکنیم، پروتون ها برای ما داده شده مقدار چند است؟ 4 است. جایگذاری میکنیم جمعی، نیوترون ها رو میخواییم به دست بیاریم، مساوی بود. خب نمبر کتله ما چند است؟ 9. 9 رو نوشته میکنیم. از این طریق براتی میتونیم تعداد نوترون ها رو به دست بیاریم. این مساوی است و 9 منفی 4. 9 منفی 4 میشه چند؟ میشه 5. خب به این طریق شما به دست آوردین به راحتی تعداد نیوترون ها مساوی با 5 شد. صحیح است؟ خب این به دست آوردین شاگرد عزیز. حالا چک کنین که در کتابچه خود درست حل کردین یا که نه. دیگه اصول ما پتاسیم هست. معلومات رو که برای ما داده باز بر روی تخته‌سیاه نوشته کردیم بریتون شاگردای عزیز. باز چیزایی رو که از ما خواسته را براتون میتونید به دست بیاره با توجه به مطالبی که شما یاد گرفتید. معلومات رو که برای ما داده شاگردای عزیز، پتاسیم دارای نمبری کتله 39 است، دارای نمبر اتمی 19 است. صحیح است؟ از ما الکترون ها رو خواسته که به دست بیارن پیدا کنید، تعداد پروتون ها رو پیدا کنید و تعداد نیوترون ها رو. خب باز با توجه به نکته ای که براتون گفتم شاگردای عزیز، پتاسیم چون یک اتمی یا یک عنصر خونسا است، پس تعداد پروتون ها با تعداد الکترون ها مساوی است. تعداد الکترون ها مساوی تعداد پروتون هاست. خب تعداد پروتون ها را ما از کجا تشخیص میدادم؟ از طریق نمبری اتمی. آفرین، احسن. این نمبر اتمی ما نشان دهنده مجموعه چی است؟ پروتون ها. پس تعداد پروتون های ما برایتی مشخص شد چند است؟ 19. آفرین. خب چون اتم خونسا است، تعداد الکترون ها و پروتون هاش مساوی است، پس تعداد الکترون های ما به دست می آید همین 19. میمونه تعداد نیوترون ها که باید پیدا کنه. خب از چه طریق میتونید پیدا کنید؟ از طریق نمبری. آفرین، کتله. نمبر کتله که اینجا برای شما داده شده. ما گفتیم که نمبری کتله مساوی بود با تعدادی نیوترون ها، مجموعی تعداد نیوترون ها و پروتون ها. صحیح است؟ خب کافیه ما جای گذاری کنم. 39 مساوی است. تعداد نیوترون های ما چند تا؟ میخوام حساب کنیم دیگه، درسته؟ این جمعی پروتون های ما چند تاست؟ 19. خب میتونم براتی این را به دست آوریم. این مساوی است 39 منفی 19. درست است؟ خب میشه چند؟ میشه 20. تعداد نیوترون های ما براتی در قسمت به دست آمد 20. خب به این راحتی شما تانستین به دست بیارین. خب در این جدول برای شما چند تا عنصر دیگه هم داده شده که چون در اینجا جای نمیشه رو پاک میکنیم، بعد عناصر دیگه رو تا شما چک کنین در کتابچه خود. ما اینجا باید هم یک جای حل میکنیم که چه قسمی از صحیح حل کردین یا که نه. خب شاگردای عزیز، 3 نوع عنصر دیگه باز در جدول برای شما داده شده که معلومات را در این قسمت برای شما برای تخته‌سیاه نوشته کردیم که با کمک هم یک جای حل میکنید. عنصر نئون برای شما داده شده با معلوماتی پروتون ها مساوی است با 10، نیوترون ها مساوی است با 10، از شما الکترون ها نمبر کتله و نمبر اتمی را خواسته. خب شاگردای عزیز، باز نکته ای که براتون یادآوری کردم یا از یادتون نرو، اتم یا عنصر که خونسا است، تعداد الکترون ها و پروتون هاش مساوی است. خب تعداد الکترون ها مساوی است با تعداد پروتون ها. پروتون ها برای ما چند داده؟ 10. پس بنابراین تعداد الکترون ها میشه مساوی چند؟ مساوی 10. خب
دیگه از ما چی خواسته شده؟ نمبری اتمی. نمبری اتمی چی بود شاگردای عزیز؟ مجموعی پروتون ها بود. صحیح است، آفرین. تعداد پروتون های ما چند تاست؟ 10 تا هست. پس نمبری اتمی چند به دست می آید؟ 10. نمبر اتمی رو کجا نوشته می کردیم؟ بر روی نماد، بر روی سمتی چپ و پایین. 10. خب دیگه چی رو پیدا کنیم؟ نمبری کتله رو از ما خواستن. نمبر کتله چی بود شاگردای عزیز؟ نمبر کتله مجموعی پروتون ها و نیوترون ها بود. درست است؟ مجموعی نیوترون ها و پروتون ها. خب برای که نمبر کتله رو به دست آوریم، تعداد نیوترون ها و پروتون ها رو باید جایگذاری کنیم. تعداد پروتون های ما چند تاست؟ 10. نیوترون های ما 10. پس 10 جمع 10 مساوی میشه با 20. خب نمبر کتله ما شد 20. نمبر کتله در کجا نوشته میکردیم؟ در سمت چپ نماد، در قسمتی بالا. خب به این ترتیب تانستیم مسئله را حل کنیم. بازی را چک کنین که در کتابچه خود درست حل کردین یا که نه. عنصر بعدی چی هست شاگردای عزیز؟ المونیوم. معلوماتی که برای ما داده شده، نمبر کتله داده شده، نمبر اتمی هم داده شده شاگردای عزیز. از ما چی خواسته؟ تعداد الکترون ها، پروتون ها و نیوترون ها از ما خواسته شده. صحیح است؟ خیر براتون میتونین به دست بیارین. باز چون اتم خونسا است، پس تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم مساوی است. نمبر اتمی نشان دهنده مجموعی چی بود شاگردا؟ مجموعی پروتون ها بود. آفرین. پس پروتون های ما میشه چند تا؟ 13 تا. چون خونساست، پس تعداد الکترون ها مساوی است با پروتون ها. پس الکترون های ما میشه 13 تا. صحیح است؟ خب نیوترون ها رو محاسبه کنید، پیدا کنید. از روی نمبری کتله، نمبر کتله مجموعی پروتون ها و نیوترون ها بود. 27 مساوی است با مجموعی نیوترون ها را به دست میاریم. پروتون های ما چند تاست؟ 13 تا. صحیح است؟ 13 را نوشته میکنم در این قسمت. خب این یا تعداد نیوترون ها را براحتی به دست میاریم. این مساوی است 27 منفی 13 میشه چند؟ 14. برای تانستین تعداد نیوترون ها را به دست بیارین. خب این را باز چک کنین که درست حل کردین یا که نه. آخرین عنصر که در جدول برای شما آورده شده با معلومات زیر است که برای تان نوشته کردین، باز میتونید از طریق معلومات مسئله را حل کنید. خب عنصر فسفرس هسته، نمبر کتله 31، نمبر اتمی را از ما خواسته، تعداد الکترون ها را داده، تعداد پروتون ها و نیوترون ها را از ما خواسته. اتم خونساست، تعداد الکترون ها مساوی با تعداد پروتون ها است. پس در این قسمت تعداد پروتون های ما مساوی میشه با چند؟ با 15. تعداد نیوترون ها را به دست میاریم چه قسمی؟ از طریق نمبری کتله. نمبر کتله ما چی بود؟ مجموعی مساوی است مجموعی نیوترون ها و پروتون ها. خب پروتون ها را ما داریم چند است؟ 15 است دیگه. صحیح است؟ براتون میتونم در این قسمت به دست بیارم. این میخواییم به دست بیاریم. پروتون ها 15 است مساوی با 31. خب از این قسمت این مساوی میشود با 31 منفی 15. خب میشه چند؟ میشه 16. به این ترتیب شما براحتی تانستید تعداد نیوترون ها را به دست بیارید. خب نمبر اتمی مجموعی چی بود شاگرد؟ از مجموعی پروتون ها بود دیگه. درست است؟ خب پروتون های ما چند تاست؟ 15 تا. پس نمبر اتمی من میشه چند؟ میشه 15. در کجا نوشته میکردیم؟ در سمتی چپ نماد، سمتی پایین. پس در این قسمت 15 را نوشته میکنیم. خب به این ترتیب تانستیم مسائل را با توجه به معلوماتی که دارین با هم دیگه کار کنیم و حل کنیم و چک کنیم که درست حل کردین یا که نه.
بریم سراغ سوالات بعدی شاگردای عزیز، ببینیم چه قسمی سوال آمده. سوال 4 جواب است. گوش کنید، سوال گفته که برای سوالای زیر 4 جواب داده شده است. دور جواب صحیح دایره بکشید. پروتون و نیوترون در کجا موقعیت داره شاگردای عزیز؟ هسته، سویه های انرژیکی، خارج اتم، هیچ کدام. خب شاگردای عزیز، پروتون و نیوترون ما برای شما گفتیم که در کجا موقعیت داره اگر یادتون باشه؟ در هسته. آفرین، احسن. پس جواب صحیح میشه گزینه الف میشه. سویه های انرژیکی نمیتونه باشه، خارج اتم هم نمیتونه باشه. سوال سوم، اتم ها از چند بخش اساسی تشکیل شده است؟ 5 بخش، 3 بخش، 4 بخش یا 2 بخش؟ خب شاگردای عزیز، در ابتدای فصل براتون گفتیم که اتم ها از 2 بخش اساسی ساخته شده بود دیگه، درست است؟ 1 بخش قشر الکترونی، 2 بخش هسته از 2 بخش تشکیل شده بود. پس جواب صحیح میشه گزینه آخر که 2 بخش است. خب بریم سراغ سوال 4. بر شما گفته شده نمبر اتمی مجموعه کدام ذرات است؟ الکترون ها و پروتون ها، پروتون ها و نیوترون ها، پروتون ها یا که پروتون ها، نیوترون ها و الکترون ها؟ خب شاگردای عزیز، ایره خیلی درس براتون تکرار کردم که یادتون نره نمبر اتمی مجموعه چی رو برای ما نشان میده؟ مجموعه پروتون ها را. آفرین، احسن. پس جواب صحیح میشه گزینه جی. بخش بعدی سوال گفته شده در مقابل سوال های صحیح علامه صاد و در مقابل سوال های غلط علامه غین بگذارید. سوال که برای شما آورده شده گفته شده پروتون ها دارای چارج منفی بوده و به اطراف هسته در حرکت هستند. خب شاگردای عزیز، گفته پروتون ها چارچی منفی، این صحیح هست یا که نه؟ پروتون ها دارای چارچی بود؟ دارای چارچی مثبت بود، پس غلط میتونه باشه. پس داخل قوس حرف غین را نوشته میکنیم. سوال بعدی، مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته اتم به نام نمبر کتله یاد میشود. شاگردای عزیز، این تعریف نمبر کتله یادتون هست؟ تعریف نمبر کتله چی بود؟ نمبر کتله با مجموعی آفرین پروتون ها و نیوترون ها گفته می شود. پس این میتونه جواب چی باشه؟ جمله صحیح باشه. پس داخل قوس حرف ساده نوشته کنید. سوال هفتم، الکترون ها دارای چارج منفی از شاگردای عزیز، صحیح است یا که غلط؟ الکترون ها دارای چارج منفی است، پس این میتونید داخل قوس ساده قرار بدید. سوال هشتم، گفته پروتون ها ذرات کوچکی هستند که در هسته موقعیت داشته و دارای چارج مثبت. شاگردای عزیز، این میتونه صحیح باشه یا که غلط؟ گفته پروتون ها در هسته موقعیت دارند، دارای چارج مثبت است. خب پروتون ها را ما و شما میدانیم که در هسته قرار، تا اینجا صحیح است. گفته دارای چارج مثبت است، یم صحیح است. پس جواب صحیح هست جمله و داخل قوس حرف ساده نوشته میکنیم. بخش بعدی سوالات گفته سوال های زیر دارای 2 ستون میباشه شاگردای عزیز، ستون سوال ها و ستون جواب ها. شماره جواب صحیح رو از ستون جواب ها گرفته و با مقابل ستون سوال ها قرار بدین. خب بر شما گفته شده در این قسمت سمت راست شاگردای عزیز برای شما ستون سوال ها داده شده، سمت چپ جواب ها برای شما گفته شده، هر کدام مشخص میکنیم. گفته شده مدل نظام شمسی رو برای اتم پیشنهاد کرد. خب در بین ستون جواب ها سعی میکنیم که ببینیم گفته مدل نظام شمس مربوط به کدام دانشمند است. تامسون میتونه باشه یا رادرفورد میتونه باشه، کدام یک میتونه باشه؟ آفرین، احسن. به شما معلومه که خوب یادتان هست مدل نظام شمس مربوط به رادرفورد بود، صحیح است. پس جواب صحیح میشه رادرفورد، که میتونید عدد 6 را به داخل قوس در قسمت نوشته کنید.
سوال ده، دالتون معتقد بود که اتم، خب جوابشو از ستون پیدا کنید. دالتون معتقد بود که اتم غیر قابل تجزیه هست یا که قابل تجزیه میتونه باشه. کدام یک میتونه باشه؟ یک میتونه صحیح باشه یا سه؟ غیر قابل تجزیه است. آفرین، احسنت به شما. پس جواب صحیح، دالتون گفته شده که اتم غیر قابل تجزیه است. این نظریه دالتون بود که بعد این نظریه رد شد. سوال بعدی گفته سویه انرژیکی دوم، شاگردان عزیز دقت کنید، حد اعظم گنجایش. سویه انرژیکی دوم گفته چقدر میتونه الکترون، حد اعظم الکترون داشته باشه. دبینی ستون جواب ها دقت کنید، گفته 2 الکترون یا 8 الکترون، کدام یک میتونه باشه؟ اگر یادتان باشه در داخل درس ما رو کار کردیم، درست است؟ از طریق فرمول چی؟ 2n به قوه 2 سعی است. خب در اون دو قسمت برایتان محاسبه کردیم. حالا میخواییم که برای تختسی ها باز این قسمت با هم بنویسیم فرمولا یا داوری کرده باشیم که ببینیم چه قسمی میتونیم حد اعظم الکترون ها را به دست بیاریم. فرمولی که اگر یادتان باشه فرمولا برای شما گفتم چی بود؟ فرمول 2n به قوه 2. خب گفته سویه انرژیکی دوم یعنی این مساوی است با 2. کافی است ما این در این قسمت جایگذاری کنیم. این مساوی با 2 گفته. چرا؟ چون گفته سویه دوم. این جایگذاری میکنیم 2 ضرب 2 به قوه 2. خب 2 به قوه 2 میشود 4. 4 ضرب 2 میشود 8. در سویه دوم حد اعظم الکترون های ما چند تا؟ 8 داسته. خب پس جواب صحیح شاگردای عزیز پیدا کردین میشه 8 الکترون که در قسمت میتونید عدد 5 داخل قوس نوشته کنید. سوال بعدی که آخرین سوال است، گفته شده ساختمانی اتم را به مثل کیک کشمشدار پیش بینی کرد. کدام دانشمند؟ این باید یک نام دانشمند پیدا کنید. خب در ستون جواب ها دقت کنید، نام دانشمندی تامسون پیدا میکنه. صحیح هست. تامسون آمد گفت که مدل اتمی من به مانند کیک کشمشدار میمانه. پس جواب صحیح میشه تامسون که میتونه عدد 2 را داخل قوس نوشته کنید. شاگردای عزیز درس امروز ما در قسمت خلاص شد. امیدوار هستم که درس خوب یاد گرفته باشین و سوالات را به درستی حل کرده باشین. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.